سلام دوستان، امیدوارم خوب باشین. روز شنبهتون بخیر. طبق روال شنبه ها در خدمتتونم. سلام، منتظرم دوستان عزیزی بیان، دوستای بیشتری بیان. خب دوستان، امروز 20 آذر ماه 1400 در خدمتتون هستیم. ماه آخر سال 2021. خیلی ممنون جناب نوید. خب دوستان، خیلی استقبال شد از پستایی که واقعا زحمت میکشم تولید محتواشو به گروه ادمین میدم. گروه ادمین عزیزمون واقعا هنرمندانه، سلام جناب زاکره، هنرمندانه سعی میکنم با تصاویر. خیلی سخته دوستان، مثلا یک بیماری آقایون رو حالا به اسم هایپوسپادیزیس، به اسم بالانایتیس، با تصویر بخوان مفهوم کنم. من به جرئت میگم هیچ کسی به خدا نشسته تک تک بیماری ها رو به این شکل، به شکل یک دائره المعارف در بیاره. خب در واقع ما سعی میکنیم هم توی وبسایت، دوستان یادداشت کنین، حالا من سعی میکنم اینو پین کنم، mehradodyssey.com، یعنی مهراد واندیسه یا مهراد اودیسی توی وبسایتمون. من سعی میکنم که اینو اینجا بنویسم که حتما بریم ببینیم. ما 400 صفحه نوشتیم، یعنی توی وبسایتمون، گروه وبسایتمون زحمت کشیدن. ببخشید پین نشد، من فکر کنم اشتباه پینو بلد نبودم، اینجا یادم رفته بود چجوری پین کنم. من همینجور نوشتم مهراد اودیسی، که یه دایره المعارفه، یعنی تولید محتواشو چه حالا انگلیسی چه فارسی به دو زبان، فعلا قرار زبانهای بیشتری هم اضافه بشه، و اینا رو ما سعی میکنیم که تمام بیماری های اورولوژی رو توضیح بدیم. یعنی با مراجعه به وبسایت مهراد اودیسی و یا اینستاگرام دکتر آندرلاین مهراد، شما اسم یه بیماری رو، حالا ممکنه خدای نکنه یکی از عزیزاتون به اون مبتلا بشه، همسایه بپرسه مثلا بچه من فیموزیس داره، بچه من هایپوسپادیازیس داره، شما میتونین مراجعه کنین بدونین. چون دنیای الان با افزایش فرکانس زمین مخصوصا آگاهی ها بالاتر میره، و واقعا همه هم دنبال آگاهی هم و اینترنت و در واقع ناخودآگاه جمعی بشر قد میره بالا، که همه خب اطلاعاتشون بیشتر میشه دیگه. چطور قبلا مثلا یه کتاب آشپزی بود، همه مراجعه میکنه از رو کتاب، ولی الان هر کی هر چیز رو میخواد درست کنه، خب توی اینترنت، توی آپارات، توی گوگل میتونه سرچ کنه. در واقع من سعی کردم در دوران کرونا این مسئله رو، به خاطر که رفت آمد نبود، لطف خدا بود، در دوران کرونا در واقع ما یک تهدید رو به فرصت تبدیل کردیم و اومدیم وبسایت و اینستاگراممون رو به شکل یک دائره المعارف اورولوژی درآوردیم، و خیلی هم دوستان لطف دارن، میگن خیلی خوبه اینجوری، ما میدونیم، میریم میخونیم مشکلمون چیه و بعد مراجعه میکنیم. این کارو زکات علم باید زکات بدی دیگه، زکات یه جور زکات علمه، یعنی شما علمی که داری انتشار بدی. حالا ما سعی کردیم واقعا با این دائره المعارف اورولوژی اطلاع رسانی کنیم، یعنی لازم نیست همیشه یکی دکتر بمونه، که یکی بخونه مشکلش برطرف بشه، و در واقع نیازی به آیاز جان امروز حتما یه اشاره میکنم، حتما خانم رستم دیگه اصلا نیازی، یعنی ممکنه اینا رو بخونه سوالش برطرف بشه، نیازی به مراجعه به پزشک نداشته باشه. خب دوستان، خب بریم سراغ تک تک موضوعی که در هفته گذشته ما به شکل به شکل پست گذاشتیم. بیماری های آقایون، خیلی سوال کرده بودم، ما همچنان از اون نوامبر که برای آقایون در واقع شروع کردیم چکاپ آقایون گذاشتیم، هممون سیبیل گذاشتیم برای آقایون، که آقایون ما چکاپ سلامتی هواتون رو داریم، نه در کل دنیا، نه فقط ما. بعد
خب اومدیم بیماری ها رو هم گفتیم. ببینید بعضی از پسر بچه ها به دنیا میان، من مریض دارم مثلا نوزاد چند روزه رو میارن، میگن دکترش که به دنیا اومد گفته ببرم پیش اورولوژیست و ختنش نکنی. خب ممکنه فیموزیست داشته باشه، پارافیموزیست داشته باشه، یعنی پوست آلت در اون قسمت کلاهک اینقدر در واقع پوستش تنگه که هر کسی نمیتونه ختنه کنه. حتما اینو پدر مادر عزیز دقت کنم، فیموزیس یا پارافیموزیس رو حتما باید پزشکان اورولوژی در واقع انجام بدن. و یا هایپوسپادیازیس، یعنی سوراخ مجرای ادرار به جای که در سر کلاهک باشه در قسمت وسط، در تنه در واقع آلت تناسلی هست، در روی کلاهک نیست یا در قسمت پایین تره و اینا به هیچ وجه نباید ختنه بشن. خاطرتون هست قبلن رو میگفتن این مثلا ختنه خدادادی هست و اینا، این در واقع به خاطر اینه که این پوسته پایین تره، چون سوراخ مجرام پایین تره، اینا نباید ختنه بشن. چرا؟ چون اون پوست پرپوز لازمه برای وقتی ما ترمیم جراحی میکنیم که مجرا رو یعنی از تنه در واقع آلت بیاریم تو سر کلاهک، اون پوست دور پرپوز یا پوست دور کلاهک لازمه. خب دوستان بریم سراغ مشکله. خیلی ممنون، خیلی ممنون این سنتی، مرسی، خدا قوت بر شما، خیلی ممنون، من خسته نیستم، با انرژی در خدمت شما. خب ببینین آقایون عزیزم، مشکلاتی که دارن، یکیشون پلاک پایرونیه. خیلی از مراجعین، خیلی از دوستان سوال میپرسن، مرسی جناب جلال مشتاق، که پلاک پیرونی چیه؟ ببینیم پلاک پیرونی دوستان، من روی کتابم میخوام نشون بدم، در واقع حالا کتابم اگر که این دوره بر پیدا بشه، همینجا داشتم مریضا توضیح میدادم، الان احتمالاً آنجاست. پلاک پیرونی یک پلاک بافت همبنده، خب که باعث میشه فرد دچار کجی آلت بشه و دچار دفورمیتی بشه. خب من توی این کتاب در واقع نشون میدم، ببینید این که این در واقع آلت تناسلی به قسمت پلاک پایرونیه، یک بافت همبنده که باعث انحنا میشه، انحنا در واقع پنیس میشه و بسیار در واقع درمانش سخته و اگه کسی اینو داشته باشه هر چه زودتر مراجعه کنه بهتره. درمانهای تزریق داخل پایرونی هست قبل از اینکه به جراحی برسه، درمانهای جزئی دارویی که خیلی در واقع خیلی مؤثر نیست، همین شاک ویو که دستگاه شاک ویو ما برای این پلاک‌ها درمانه، و اینکه بعدش میرسه به جراحی. بعد دوستان خیلی از آقایون به خاطر دیابت و به خاطر مشکلات در واقع سیگار کشیدن، تریاک کشیدن، اعتیاد و بیشتر حالا نمیخواستم بگم ولی مواد مخدر، حالا شیره، تریاک، ماریجوانا و هروئین کمتر دوستان، ولی سیگار، تریاک، شیره، تریاک کشیدن یا خوردن، هشیش، اینا باعث میشه که یه تغییراتی در جدار آلت تناسلی ایجاد بشه و همینطور دیابت. خب چه اتفاقی میفته دوستان؟ ببینید من اینجا در واقع نشون میدم این بافته، خب این توی این کتاب نشون بدم که چجوریه، چون خیلی وقتا آگاهی نداشتن خیلی بده. ببینید این تنه یک در واقع آلت تناسلی آقایونه که وقتی بریده میشه به خاطر اینکه حوضچه‌های خونی زیادی داخلش هست، این حوضچه‌های خونی وقتی که اتساب پیدا میکنه باعث همون حالت ارکشن میشه. ولی دیابت، سیگار، هشیش، خب اینجور مسائل چه اتفاقی در واقع ظاهر تناسلی، ظاهر آلت تناسلی میشه؟ به این شکل میشه که خیلی از آقایون ممکن اصلا وقت نداشته باشن مراجعه کنن. ببینید این پلاک هایی که ایجاد میشه یا از یک طرف یا از دو طرف یا در واقع قسمت انتهایی و در دیابتی های پیشرفته به این شکل میشه، یعنی از دو طرف پلاک ایجاد میشه، این حوضچه های خونی یا کورپوس کاورنوزوم
قسمت لاغرتری میشه و آلت تناسلی از وسط حالت انگار که کمر باریکتر و در واقع مشکل ظاهری پیدا میکنه. یه فردی که دیابت با این مسئله مواجه میشه، از اون طرف دیابتش کنترل نیست، از این طرف مشکل ادراری و مثانه داره و از یه طرف دیگه مشکل جنسی داره، ناتوانی جنسی داره، و از یه طرف دیگه مشکل شکل ظاهری آلت تناسلی داره. خب برای همین دوستان حتما مهمه که یک دیابتی چکاپ قلب و فشار خونش رو باید داشته باشه. یک دیابتی حتما دوستان از نظر مثانه تخلیه ادرار باید مراجعه کنه. همین امروز ما یه سری مریض داشتیم که اومده بودن از راه دورم، حالا فکر کنم الانم توی لایو ما هستن. خب اینا از راه خیلی دور، از شهرستان جنوب، از حالا بهبهان بگم، از اونجا اومده بودن مطب و شبم می‌خواستن برگردن. اینا کراتینینشون بالا بود، این بنده در واقع بیمار گرامیمون، و ادرارش بسیار زیاد باقی مونده بود. یعنی چون حجم ادرار زیادی باقی مونده بود، حالت کلیه هاشون کراتینش رفته بود بالا، یعنی کارکردش کم شده بود. برای همین حتما باید سوند بزنیم، بهشون دارو بدیم، مثانه خوب خالی بشه. علاوه بر اون مشکل جنسی دارن. همونطوری که گفتم مشکل جنسی به 3 فاز تو آقایون تقسیم میشه: میل جنسی، توانایی یا ارکشن یا نعوز، و ارضای جنسی. خیلی از این آقایونی که دیابت دارن یا انزال خشک دارن، یا انزال دیررس دارن، یا انزال زودرس دارن، و حتما باید مراجعه کنن، تشخیص داده بشه، پرسشنامه پر بشه، آزمایش هورمونی بدیم ببینیم قابل درمانه، کی مراجعه کرده. ولی دیر مراجعه کردن در دیابتی ها همین تغییر شکل، در واقع تغییر شکل و حالت دیویشن و انحراف آلت تناسلی رو به خاطر این پلاک ها میده، و واقعا پلاک ها به این آسونی درمان نمیشه و خیلی وقتا جراحی لازم داره. البته جراحی پلاک پایرونی هم مشکلای خودش رو داره، چون باعث کوتاهی آلت میشه. خب از مشکلای آقایون که جمع‌بندی کنیم، فکر کنم دیگه پست های بیماری آقایون چند روز دیگه هم ادامه بدیم. از التهاب پرپوز، التهابی که حالا من روی شکل توضیح میدم، وجود از بیماری های پوستیشون، از HPV، از همه در واقع این مشکلات که بگذریم، خب میرسیم به مشکلات توانایی جنسی که با دستگاه شاکویو، PRP، من ترکیب PRP و شاکویو رو مقالش هم داریم آماده میکنیم، چند کیس خیلی موفقیت آمیز داشتیم، به شرطی قند خونشون کنترل باشه. و همینطور ما وکیوم تراپی رو توصیه میکنیم، ترکیب یه سری دیگه از درمان ها که تو لایف نمیگم مؤثر میشه برای این افراد. خب ولی من بازم تاکید میکنم یکی از مهمترین علت خونی بودن مایه منی هم میتونه التهاب پروستات باشه، عفونت های مقاربتی باشه، و بعد حتما درمان بشه. حالا شما فکر کنید یکی که دیابت است و سن پروستات هم هست، هم مشکل ناتوانی جنسی داره، هم مشکل شکل آلت تناسلی داره، هم مشکل التهاب پروستات اگه داره، هم ادرارش خالی نمیشه، همه اینا. خب عزیزم، خانم سام یا آقای سام، من عزیزم نمیرسم که هزاران بیمار دارم با همه حضوران صحبت کنم، سوالی دارین اینجا بپرسید، یا عزیزم وازکتومی انجام نمیدیم نما، اگه سوالی هم ویزیت آنلاین، راه های ویزیت آنلاین ما توی پستامون هست، میتونید ویزیت آنلاین بشین، جوابتون رو دادم آقای یا خانم سام. خب یعنی این افراد هم از نظر ادرارشون خوب خالی نمیشه بقید دیابت، هم دو سن پروستات هستن، هم مشکل جنسی دارن، هم مشکل در واقع تغییر شکل ظاهری دارن، اینا خیلی خیلی پیچیده میشن. و برای ما هم حالا به لطف خدا دستگاه هایی هست که میتونیم به بعضی از این افراد کمک کنیم. من به شخصه با سعی میکنم همه چی رو مطالعه کنم، روش های جدید رو در واقع استفاده کنم. حالا بریم سراغ خانم هایی که دیابت دارن.
این مسئله فقط برای آقایون محترم نیست، خانم های عزیزی که دیابت دارین، انسولین میزنین، شما هم به خاطر دیابت، به خاطر اینکه دیابت میاد همونطوری که بیهسی انگشتان ایجاد میکنه، بیهسی پا ایجاد میکنه، باعث زخم پا میشه خدای نکرده و چیزای دیگه، همین اتفاق که بهش میگیم نوروپاتی در مثانه هم اتفاق میفته. یعنی در مثانه فرد دیابتی در خانم و آقا نداریم، ممکنه مقدار زیادی ادرار بمونه و دفع نشه و فرد متوجه نشه، خب، و باعث بشه که این ادرار باقی مونده دیالیزی بشه. باورتون نمیشه، من مریض دارم چون دیابتیه و ادرارشون خالی نمیشه، 3 بار عمل پروستات شده. یعنی دقت نکرده اون پزشک این ادرارش تخلیه نمیشه به خاطر دیابته، نه به خاطر پروستات. یعنی همینجوری راحت دارین پروستاتون رو عمل کنین. دیابتی های عزیز، ممکنه که به خاطر دیابت ادرار خالی نمیشه، ممکنه که حتما چون دیابتیک نوروپاتی میده. علاوه بر دیابتیک نوروپاتی، تو خانم های عزیز محترم دیابتی ممکنه ارضا و ارگاسم جنسی اتفاق نیفته. یعنی شما همسر دارین، مل جنسی ندارین، هم جوونی. من مریض خانم 28 ساله 30 ساله دارم، دیابتی، انسولین میزنه، تازه ازدواج کرده، میگه من تمایل جنسی ندارم، شوهرش هم شاکیه. این خانم اگه قندش کنترل باشه و مراجعه کنه، خب، و درمان های خاصی که ما اینجا میدیم، در واقع پی آر پی میکنیم، خب، پلاسما تراپی میکنیم توی واژن، ارگاسمشون بهتر میشه. فیزیوتراپی های خاصی میکنیم، بایو فیدبک های خاصی میکنیم که وضعیت جنسیشون بهتر بشه. یعنی خانومی که دیابت داره وضعیت جنسیش میتونه بهتر بشه با این روش ها، و حتما مراجعه بکنیم. خب ما با دیابتی های عزیز، یعنی رشته من، تخصص من، مرکز من، برای کسایی که دیابت دارن امکانات خیلی مختلفی رو ایجاد کرده که در خدمتشون باشیم برای بهبود وضعیت جنسیشون، جلوگیری از کاهش فانکشن کلیهشون، یعنی جلوگیری از اینکه کلیهشون خراب بشه. پس دوباره میگم، ما برای دیابتی ها تو مرکزمون خدماتی رو داریم، خود به لطف خدا، که برای بهبود وضعیت جنسیشون، برای بهبود کارکرد کلیهشون، برای بهبود دفع ادرارشون و بهبود ارگاسم و ارضا شدن خانم ها و وضعیت جنسی خانم ها، که اینا رو حتما آخرین مطالعات، یعنی من میرم کتاب های آخرین، کتاب ها، آخرین مقالات، آخرین کنفرانس ها رو میرم و خودم سخنرانم تحقیق میکنم که حتما در واقع در خدمتون باشیم. عزیزم، اگر که برای کوتاهی و کوچیک بودن آلت تناسلی سوال دارین، بعد دارم راجع به دیابت صحبت میکنم. من برای کسی که فقط شاکی از سایز داشته باشه، شاکی از مشکل سایز داشته باشه، من درمانی انجام نمیدم. من برای کسایی که مشکل دیابت دارن، مشکل کسایی که قطع نخاع شدن، عمده بیماران من، خب، کسایی هستن که یا دیسک کمر عمل کردن، یا تصادف شده، قطع نخاع شده و رو ویلچرن. خب اینا شما فکر کنید یه خانم ویلچری تصادف کرده، 25 سالشه، تازه ازدواج کرده، یه آقایی که رو ویلچره، مریض عزیز من که حالا اسم تو لایو هم هستن الان، 30 سالشه، تازه ازدواج کرده، خب این اتفاق افتاده، متاسفانه رو ویلچره و مشکل جنسی داره و مشکل بی اختیاری داره. ما برای این عزیزان در خدمتون هستیم. کسی که هیچ مشکل نداشته باشه، فقط بخواد در واقع سایز آلت تناسلیش بزرگ بشه، متاسفانه کار خاصی من انجام نمیدم، تو مراکز دیگه انجام میدن، ولی من برای کسی که بیماری زمینه ای دارن کار انجام میدم. خب بریم سراغ خانم ها، خانم هایی که بی اختیاری ادرار دارن. ببینید، چون خیلی ها میپرسن، خانم هایی که دیابت دارن، خب همونطور که گفتم، پس دیابتی ها کنترل قندشون با متخصص قندشونه، بیماری فشار خون و قلبشون با متخصص قلبه، ولی داستان برای دیابتی ها تموم نمیشه. حتما از نظر جنسی، حتما از نظر ادراری، بی اختیاری ادراری، نیومدن ادرار، باقی موندن ادرار، باید مراجعه کنن به اورولوژیست.
و در مرکز ما چون ما وان دی سنتریم و کاری کردیم که مریض دیگه میاد تو این ترافیک نفرستیم یه جای دیگه آزمایش بده یا توی یه بفرستیم یه جای دیگه سونوگرافی بده، همه رو اینجا انجام میدیم. خدا رو شکر امکاناتش رو داریم، خدا فراهم کرده که در خدمتتون باشیم. برای همین کسایی که دیابت دارن فکر میکنن مشکل ادراری ندارن، درست میگن نه من ادرارم خوبه، ولی باید حتما مراجعه کنن برای چکاپ، چون ممکنه که ما چک کنیم مثل امروز چک کردیم یک آقای برای مشکل جنسیش اومده بود گفتم ادرار کن حالا میخواییم چک کنیم، ادرار رو چک کردیم دوستان، باورتون نمیشه عزیزای من 100 سی سی ادرار کرد 250 سی سی جا مونده بود، یعنی دو برابر بیشتر از اونی که ادرار کرده بود تو مثانش جا مونده بود و مدام عفونت میکرد و متوجه نبود ادرارش جا میمونه. خواهشم اینه دیابتی های محترم برای چکاپ حتما. آقای جلالی خودم جوابتون رو دادم برای محمد عثمان عزیزم، من جواب دادم برو ببین. خب سوالا رو میبینم حواسم پرت نمیشه. خب ببینید این آقا 100 سی سی ادرار کرد 250 سی سی جا مونده بود، اگر که نمیخواست چکاپ بشه متوجه نبود، فکر میکرد. چرا؟ چون دیابت رو عصبها تأثیر میذاره، حس دست، اندامهای انتهایی، حس انگشتای پا، حس پا، حس مثانه، حس جنسی طبیعی نیست. فرد فکر میکنه ادرارش خالی شده و ادرارش خالی نشده دوستان. پس اگه دیابتی تو فامیل دارین حتما بفرمایید چکاپ تشریف بیارن. خب بریم سراغ بی اختیار داری خانم ها، خانم هایی که دیابت دارن که گفتم. مبین جان عزیزم خوبی؟ یکی از بیماران عزیز و خوشتیپ ماست این آقا مبین ما. خب خستگیم در رفت دیگه مبین جان، شما رو دیدم اینجا عزیزم، ایشالله همیشه خوب باشی. خب بی اختیاری ادراری اگه کسی که دیابت داشته که گفتیم، اگه بی اختیاری ادرار بدون دیابت باشه، کسی که زایمان کردن، حاملگی داشتن، زایمان های زیاد داشتن و منوپوز یا اسه شدن، یا کسایی که بار سنگین برمی دارن بخواد کارشون، حالا یا وزنه های سنگین برمی دارن یا اینکه مسافر. من یه خانمی مریضم بود، سه تا بچهش کانادا و آمریکا بودن، این تفلک هی برای اینا وسایل می بردن، سبزی نمیدونم خورمه سبزی و چیزای دیگه تو چمدونای سنگین، هر دفعه 30 کیلو 20 کیلو بلند میکرد میبرد برای اونا سفر زیاد میرفت، واقعا همیشه بی اختیار بود. چرا؟ چون به خاطر خانم ها نباید خیلی کار سنگی میکنن، به خاطر اینکه بار سنگی برمیداشت این کف لگن شل میشد و عضلاتش شل میشد. خوشبختانه خبر خوب اینه که ما روش، خدا رو شکر تنین عزیزم سلام مامانت برسون، تنین عزیز خدا رو شکر خوبه. آره زهرا وزیری عزیز وقتی رحم برداشته میشه، چون در واقع افت چیز میشه اون جای رحم خالی میشه و عضلات اگه شل بشه دچار بی اختیاری ادرار میشه، حتما تشریف بیارن. آقای بهزاد جان کسایی که برای مشکل سایز آلت گفتم میخوام بیان، من عمل جراحی بزرگ کردن آلت انجام نمیدم، کسی که مشکل دیابت نداره اینو گفتم، حالا فقط کار ما دیابت نیست عزیزم. خب پس خانم هایی که ببینیم، میخواستم خبر خوبه، خانم هایی که کار سنگین میکنن یا اسه شدن، زایمان زیاد داشتن، حاملگی زیاد داشتن و دچار بی اختیار ادرار شدن، حتما مراجعه کن در مراحل اولی. یکی از مثلا بیماری اینه که طرف یه سرفه میکنه، عدسه میکنه، ادرار میریزه. خب ولی بعضی هستن که نه، با سرفه و عدسه در واقع نیستش، تا میخوان حس ادرار، مثلا نشستن اینجا حس ادرار دارن، تا بخوان برن دستشوی، یعنی تا اراده میکنن برن، از صندلی میخوان بلنشن، میخوان برسن به توالت نمیرسن، قبل از اینکه به توالت برسن ادرارشون میرزه. این دو نوع، نوع دوم بی اختیاری ادراریه که حتما باید مراجعه کنن. خب و اون میشه نوع اول میشه استرسیونری اینکانتیننس، یعنی فرد با سرفه، عدسه، نمیدونم پریدن، رقصیدن، همین رو دچار ادرار میشه. خب مرسی تنین عزیزم سلام برسون. خب و اینکه
نوع دوم اینه که بهش میگیم بیش فعالی مسئله یا ارجنت کارتنس، یعنی مثلا ساعتها بیرونه خب و خرید میکنه، مشکلی نداره، میاد خونه کلید میندازه باید بدوه، خیلی وقتا تو پله تو آسانسور ادراش میرزه. خب خب یه ازم اون دیگه نادر یا ندارم 24 حتما مراجعه کنه، 60 سالشون ادراششون نمیاد، دیابت دارن، احتمالا باقی مونده دارن و کارکرد کلیهشون مختل میشه. خب خبر خوب چیه؟ خبر خوب من همیشه میدم، مرسی مبین عزیز، عزیزم جات اینجاست مامان مبین. خب ببینین خبر خوب اینه که برای خانم ها روش های درمان بی اختیاری ادراری سرپایی ما اینجا زیاد داریم، نیازی به جراحی نیست، نیازی به بیهوشی نیست، نیازی به بستری و هزینه بیمارستان نیست. اگه در مرحله اولیه مراجعه کنن فیزیوتراپی، اگه ادرار زیاد باشه فردا نگینا چی شد پس بیمارستان، اونا که دیگه پیش رفتن باید من عملشو برم. خب بی اختیاری ادراری خفیف، یعنی همون اول که سرفه میکنن یه قطره میریزه، نه که شوری میریزه. فیزیوتراپی های کف لگن داریم، یکی از خانم دکترای عزیز و دوست داشتنی اینجا صبح روزای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه که با این فیزیوتراپی ها کاملا خوب میشن. و روش های لیزر، لیزری که خودم انجام میدم عزیزان، لیزری که باعث میشه که راحت در واقع سرپایی بی اختیاری های خفیف خوب بشه، لیزر واژینال در خدمتون هستیم. خب آقایونی که سوال میکنین دیگه، من میخوام لایو رو تموم کنم، سوال میکنین آقایونی که کانسر پروستات عمل کردن، رادیکال پروستاتکتومی شدن یا یک نوع از عملهای جراحی پروستات رو انجام دادن و بعدش روش بی اختیاری شدن، مشکل دارن، ما در خدمتشون هستیم با روش های بازم مگنت تراپی برای درمان بی اختیاری ادرارشون. خلاصه دوستان عزیزان همه تون رو دوست دارم، من عاشق کارمم. مبین جان قرصاتو قرب رفتم، بعدا تو ویزیت آنلاین سوالات پزشکی بنویس من برات جواب بدم. خب میس زهرایی عزیزم باید سون بذاری، خوشگلم، میشناسمت. بله آقای سیاوش در خدمت هستم. آقای ناهید نژاد عزیز خوش تیپ خوبین، پدر چی شد عمل کردن؟ خب آها تیرگی لیزر عزیزم، ما یه سری خدمات زیبایی برای خانوما داریم برای رفع تیرگی، جوانسازی واژن، اینو هی سوال میکنین. خب من مرکز فیزیوتراپی دیگر رو نمیدونم به این کیفیت هست یا نه، واقعا نمیدونم معرفی کنم. آره من فرستادم آقای ناهید نژاد پدر عمل کنن، حالا به من بگید در خدمتم. خب دوستان عزیزم سوالا رو هم جواب دادم. فقط راجع به لیزر و یه سری خدمات زیباسازی کاسمتیک برای خانم ها داریم، سفیدسازی، رفع تیرگی به خاطر بیکینی و اینا که تیرگی میشه و تنگسازی واژن، جوانسازی واژن و این. مرسی آقای محمد، مرسی 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 از همه. و اینا یک پکیجه برای جوانسازی خانم ها، چرا که نه، درسته؟ وقتی چند تا زایمان کردین و حامل شدین، حس خوبی از خودتون ندارین، چرا که نه، حتما مراجعه کنین، من در خدمتونم. خب دوستان ببینین من در آخر لایو هم میخوام ببندم، همه سوالا هم جواب دادم، شاگرد زرنگ بودم امشب. خب ببینین ما نه عزیزم آقای ناهید نژاد، اول فرستادمش پیش یکی از اساتید نظرشو بده در خدمتم. ببینین من با تمام وجود عاشق کارمم، در خدمتتونم دوستان، در خدمتم با عشق برای مریضام و اینکه من اینجا مرکزی رو فراهم کردم که همه کارا رو اینجا انجام بدیم. خب این وان دی سنتر مهراده، ببینین ما از یه بروشور دولتی، ما همه بروشورامو شده دیگه به این شکل، همه خدمات رو آوردیم، 21 نوع خدمات داریم در خدمتون هستیم. تمام قد استادم برای خصوصا مریضای عزیز میلومننگوسل
که همچنان ویزیت‌های رایگان انجام میدم براشون. یه سری پرسشنامه است، یه تحقیق رو شروع کردیم که ببینیم چرا این میلوم ننگوسل ایجاد میشه، آخه چرا این بچهای نازنین که قد باهوشن اتفاق براشون میفته. خواهش میکنم حتما در پر کردن این پرسشنامه ما یاری کنین که علتش و درستش رو هم اینجا شروع کردیم، هم ترکیه، هم توی مصر و کویت. یعنی پرسشنامه در 3-4 کشور که شایع هست میلوم ننگوسل پخش شده که علتش رو بدونیم. و دوستتون دارم عزیزای من، در خدمتتون هستم. برای چکاپ دیابتی ها حتما اگه تو فامیلتون دیابتی داریم بفرمایید بیان. و شبتون بخیر، هفته خوب داشته باشید. بای بای.